خب دیگه خیلی سریع توی دیزاین من میام اون اکسرت رو که نوشتیم اینجا میخوام یه لینک بهش اضافه کنی که بگه مثلا ادامه مطلب. توی کد اسنیپیت من یه سری کد اینجا نوشتم که میریم کجا پیستش میکنیم. یادتون میاد فوتر رو دیلیت کردیم از داخل content.php یه فوتری داشتیم که اون رو دیلیت کردیم. کل فوتر رو من در نظر میگیرم و دیلیت میکنم، به جاش این رو پیست میکنم که فوتر قبلی اگر نگاه میکردید یه انتری فوتر بود، همون کلاس رو مینویسم و یه کلاس دیگه بهش اضافه میکنم به نام continue reading که اینجا میگم اکو بکن یه لینکی رو که پرما لینک رو بگیره یا لینک بالایی رو بگیره که این لینکی که این بالا دادیم مثلا گرین رو کلیک میکنیم یه لینکی داره. البته این پرما لینکش عددیه، میتونید عوض بکنید بذارید اسم پستتون به نام استیکی یا هر چیز دیگه. میگم پرمالینک رو بگیرید بعد تایتل رو مساوی قرار بده با continue reading و ریلیشنشیپ بذار bookmark continue reading. این هم فلشی هستش که از چی گرفتیم؟ فلش که هستش که از فونت آسم گرفتیم به نام فا ارو. حالا یه هر چیزی که خواستید میتونید بگید. داخل لینک گذاشتیم که لینک ما رو کجا میبره. لینک از اینجا بسته، اینجای بسته شد و دیدید که اینجا باز شده. ببینید اینجا لینک باز شد که ما رو میبره داخل اون لینک اصلی که همین لینک پست ما هستش. میبینید درسته که با کلیک کردن روی این لینک ها میتونید برید پست بعدی، اما شاید کسی نمیدونه، به خاطر همین کانتینیو ریدینگ رو اینجا میذارید. حالا ما اینجا یه ریفرش میزنیم، میبینید که کانتینیو ریدینگ رو اضافه کرد با اون فلشی که ما گفتیم. اما میام استایلش میدیم، استایلش هم به همین صورت. اینجا من چیکار میکنم؟ ایندکس رو میام، ایندکس و آرکایو رو میام اینجا چیکار میکنم؟ پیست میکنم داخل style.css، این پایین پیست میکنیم اینجا و میام اینجا یه ریفرش میزنیم. الان ببین چقدر بهتر شد و موقع که روش کلیک میکنن میرن پستی که باید برن به این صورت.